منتخب تاجیکستان بازی نوبت خود را در مرحله دومی انتخابی چمپیونات جهان 2022 اید با فوتبال در گروه F مقابل تیم ملی میانمار انجام داد. بخوری مذکور گل‌های زیاد را در پای داشته با سودی صاحبان میدان خاتمه یافت. بازی دستای منتخب میانمار و تاجیکستان در ورزشگاه ماندالار سری استادیوم شهر ماندالای برگزار شده در اخیر با حساب 4-3 با سودی صاحبان میدان ختم شد. حساب را سوان مانگ در دقیقه 10 باز کرد. در نیمه قسم اول دیدار فوتبال بازان تاجیک با یک هجوم برقاسو جریمه 11 متر کار کردند. این دو گلزنی را منوچهر جلیلوف خوب استفاده کرد و تناسب را برقرار نمود. پیش از تنفس مؤلف گل اول سوان مانگ بار دیگر با زدن گل دست یافت صاحبان میدان را پیش صف نمود. در آغاز قسم دوم رقابت منتخب میانما با تشبوسی آنگ تخو مراتبه سیم در وزای رستمی تیم فرورخ نساخت. تری نگذاشته حمایتگر تیم ما فراد وسیف با استفاده از ضربه کنجی تورو با سرش وری در وزای صاحبان میدان نمود. گلی چهارم تیم ملی میانما را چجا زین لوین مربوطی نامی خود کرد. در دقیقه 78 منوچهر جلیلوف با زدن یک گل دیگر دست یافت و بازی مذکور با همین نتیجه 4-3 به فایده صاحبان میدان خاتمه یافت. منتخب تاجیکستان بازی نوبتی خویش را در دایره رقابت های انتخابی چمپیونات جهان 2022 19 نوامبر در سفر با تیم قرقیزستان دایر میکند. Ну, конечно, проиграли, это очень плохо. Очень плохо, потеряли очки, это очень плохо, может и не хватить потом в конце. Ну, видите, видимо, я подобрал не тот состав, выставил, понадеялся. Вот, была предыгровая тренировка хорошая, двигались все хорошо. Но игра не удалась у нас сегодня, не наш день. Вот этот гол, даже первый и второй, он... Как бы получилось так, что начали волноваться ребята, как бы растерялись, начали бежать вперед, и получилось так, что мы 4 гола пропустили. За 3 игры мы столько не пропускали, а вот за игру мы пропустили 4 гола. Это плохо. Конечно, будем думать, смотреть, разбираться. Постараемся в Киргизии сыграть хорошо.